سلام، دوباره عید رو به شما تبریک میگم. اگر که دارید این ویدیو رو میبینید، پس معلومه که پیوستید به خیر اهالی عاید و سینما و تا الان هم امیدوارم که از این ویدیوها راضی بوده باشید. اگر نه، دلیلش رو برای ما تو کامنت ها بنویسید تا ما بتونیم بهترین چیزی که شما از ما انتظار دارید رو براتون آماده بکنیم. میرسیم به فیلم فول تایم. فرانسویه فیلمه؟ بله، تمام وقت فرانسویه. اسمش انگلیسیه درسته؟ فرانسویه. یعنی میخوام بگم اسم فول فرانسوی تایم اسم نداشت، بین المللی بین شده در المللیه. واقع دیگه. اوکی، فول تایم اینو دیگه راحت با خانواده بشینید ببینید در ایام عید. البته چند دقیقهش رو میتونید، به قول دکتر، ما اینو همیشه چون دکتر اولین بار گفت میگیم، از باب رعایت تقوا چند دقیقهش رو نبینید. اما فیلم امنی هست، چند میشه دقیقه هم نه، چند ثانیه، چند و به ثانیه. نظر من اون دیدنش هم هیچ اشکالی نداره. اینو فقط از من بشنوید، هیچ اشکالی نداره، چون نه هیچ تأثیری در روند قصه و اینها داره و هیچ تأثیری هم در مخاطب نمیگذارد و قابل حدس هم هست. یعنی چیز بله. از دوبله اونو من ندیدم شده باشه این کار، دوبلش رو من نسخه البته صحنه تکان دهنده ایه. الان من یادم نمیاد راجع به کدوم احتمالا من اون نسخه امن شده شما نسخه امن دیدید. خیلی خب، فول تایم اگر نخواهیم اسپویلش کنیم، فیلمی هست راجع به یک مادر و یک مادر امروزی و قصه زندگیش توی حومه پاریس و رفت و آمدش به پاریس و اتفاقاتی که بعدش میفته و میخواد زندگی بهتری داشته باشه. حالا در یک جمله اگه بخوایم ماجرای این فیلم رو کامل لو ندیم و یه جورایی شما رو با موضوع این فیلم آشنا بکنیم، مادریه که میخواد زندگی خوبی داشته باشه و حسابی در تکاپو برای رسیدن به این زندگی. چیزی که برای خود من جذاب هست توی این فیلم، شخصیت پردازی مادر است. یعنی مادره با تمام اقتضائات این زندگی و فشارهایی که داره تحمل میکنه، رفتارهایی توی خلوت خودش ما ازش میبینیم که این مادره رو برای ما تبدیل به یک شخصیت باورپذیر میکنه. از همینجا دیگه میریم سراغ آرزوی رحیمی فر و حمید قائمی مهر عزیز. آرزو شما شروع کن. فیلم فول تایم فیلم معمولی خوشایندیه، از این جهت که خیلی فراز و فرود چندانی نداره، ولی انقدر خوش ریتمه و انقدر با هر مخاطبی فکر میکنم تو هر جایی از دنیا ارتباط برقرار میکنه، چون داره زندگی روتین یک کسی رو تعریف میکنه که مجبوره مثل ساعت کار کنه و بدون دقیقه تخلف به تمام کارهایی که برای روزش تعریف کرده برسه، از یه طرف به خانوادش برسه. این شخصیت یه زن سرپرست خانواره که زندگیش حالا به طلاق کشیده و الان باید از بچه‌هاش مراقبت کنه و انگار فرصت هیچ اشتباه و تخلفی نداره و هر کوچکترین تخلفی براش انگار هزینه داره، خسارت داره، و اینو ما خیلی خوب میفهمیم. یعنی هر کسی که پاش به شهرهای بزرگ باز شده باشه، دقیقه دیر رسیدن و از دست دادن مثلا مترو یا قطار یا اینکه اعتصاب، آره، یا اعتصاب شهری، آره، این اتفاقایی که الان توی سالهای اخیر تو همه شهرها داره میفته، یا از اینکه مثلا رو کسی حساب باز کنی، رو همسایه‌ای، دوست آشنایی، برای اینکه مثلا یه کمکی بهت بدن، اگه اونا یه ذره مثلا از اون مواضعشون عقب نشینی کنن و نخوان بهت کمک کنن چی میشه؟ اگه کسی بالا سر بچه هم نباشه، من چطور میتونم به کارم برسم؟ از اون طرف توی روابط کاری که این زن تو محل کارش داره و اون بالاخره هر کسی به ارتقا فکر میکنه، به اینکه فضای کاری خودش رو تغییر بده، گسترش بده، حالا یا عدم رضایت از زندگیه یا نه کاملا بر اساس یه محاسبه درستی احساس میکنه الان تو جای درست خودش نیست
و باید توی جای درستی قرار بگیره. اینا همه جزئیاتیه که یه شخصیت و دنیای شخصیت رو برای ما خیلی ملموس و خیلی کاملا عینی تعریف میکنه و یکی از به نظرم ویژگی های این فیلم همینه که یه واقع گرایی کاملا همدرد از روی از سر همدردی، یا اینکه من مخاطب باش همدلی میکنم چون دارم تو زندگی خودم همین شرایط رو تجربه میکنم. حالا یه نکته دیگه هم داره که از ویژگی های این فیلم برای منه، حالا بعد از صحبت دوستان منم راجبش صحبت میکنم. یه چیز خوبی توی اینجور فیلم ها برای من هست اینه که وقتی آدم یه شرایط خیلی بسته این شکلی رو از یه نفر میبینه، بعد شرایط سخت خودش برای خودش راحت تر و هموارتر میشه، میگه از من بدتر هم هست. من با همه حرفا موافقم. علاوه بر این یه لایه دیگه هم فیلم داره که رابطه آدم پولدارا با آدم مثلا متوسطا یا آدم های طبقه های پایین تر از لحاظ اقتصادی تو جامعه است، که نقش اون توی این شرایط چیه، توی این زندگی بیوقفه تمام وقت به قول اسم فیلم در واقع دشوار. مثلا یه نمونهش اینه، شما نکنه وقتی شرایط خیلی از آدم ها مثل این زنه انقدر سخته، یکی از راه ها که دموکراسی به ما پیشنهاد میکنه چیه؟ اعتراض. ما تو این فیلم یکی دوتا اعتراض رو در موردش میشنویم، نمیبینیم، ولی اثرش رو تو زندگی خود این آدم ها میبینیم. یه سنفی اعتراض میکنن، چندین سنف دیگه گرفتار میشن و بدبخت میشن. یا مثلا این زنه میخواد تلاش بکنه از این شرایط سخت در بیاد، ما هم به عنوان مخاطب باش همزاد بنداری میکنیم، میگیم ای کاش تو موفق بشی و مثلا به یه موقعیت کاری بهتر بری. برای اینکه به این موقعیت کاری جدید برسه نیاز به یه مصاحبه کوچولو داره و برای این مصاحبه نیاز به یه مرخصی کوچولو داره و خود همون آدم پولدارایی که صاحب کار این هستن اجازه نمیدن این مصاحبه در حد یه مصاحبه بهش وقت نمیدن و وقتی هم میره بعد تاوانشو باید پس بده. و اساساً این موقعیتی که براش درست کرده، شغلی که داره که کار کردن تو هتلیه که ثروتمندا تو اون هتل در واقع اقامت میگیرن، این لایه خیلی قشنگ تو فیلم نشسته و یه حرف عمیق‌تری اضافه میکنه به مشکلات انسان مدرن تو شهرهای بزرگ و این در واقع بستری که این مشکلات رو ایجاد کرده همین اختلاف طبقاتیه که این شکلی هی فضا رو بسته تر و بسته تر میکنه و خیلی فیلم شریف و دوست داشتنیه از این لحاظ. خیلی خب، میریم بخش های از فیلم فول تایم یا تمام وقت رو میبینیم، برمیگردیم. Abbiamo 7 arrivi, 5 partenze, 8 rimangono e c'è Yoshida nella suite Churchill, è tutto qui. Scherzi col fuoco, Julie, e i tuoi ritardi peggiorano le cose. Si trovi un'altra soluzione per la sera, per me è difficile. Ti lascio il mio cartellino per timbrarlo insieme al tuo. Non so se posso. Cucù, guarda chi c'è, i miei cuccioli. Ho un colloquio. Per un lavoro? Sì, un buon posto. Un ottimo posto. Buongiorno. فیلم فول تایم فیلمیه که حتما دیدنش رو بهتون توصیه میکنیم و شاید خیلی حتی باهاش همزاد پنداری بکنید اگر که شما هم دارید توی زندگی شلوغ و پر از گرفتاری مثل همه ما روزتون رو سر میکنید رو صبح به شب میرسونید، حتما این فیلم رو ببینید. آدمایی که برای دقایق کوتاهی از زندگیشون حتی باید تا میتونن بدون خسته نشن، مهربون باشن، عصبانی نشن، برای همه چی باید برنامه ریزی داشته باشن، برای به فکر دل همه باید باشن، ولی هیچ کی نیست که به فکر دل اونها باشه. و این فیلم در آخر البته به ما میگه که ارزشش رو داره این زندگی. و
من خودم شخصا فکر میکنم که ارزشش رو داره، حالا هم از اون جهت که شما گفتی آقا بدبختر از ما هم هست، زندگی تو بکن خیلی قور نزن، هم واقعا بالاخره زندگی و چالش هاست. یعنی هیچ آدم موفقی رو شما نمیبینید که یه دوره پرفشار اینجوری رو نداشته باشه. و آخر این فیلم هم که یه جورایی روزنه‌های امید برای کاراکتر مادر باقی میمونه. بریم سراغ اون نکته‌ای که می‌خواستی راجعش صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم که حالا رو همین سیر بدون توقف زندگی، خیلی از ما آدما تبدیل میشیم که دور از جون همتون تبدیل میشیم به اسب عصاری، یعنی هی دور خودمون میچرخیم و اصلا حواسمون نیست که داریم چی کار میکنیم. یه نظمی زندگیمون پیدا کرده، یه نظم روتینی، و انگار داره ما رو با خودش میبره و اصلا هیچ موقع از خودمون نمیپرسیم من خیلی از این کارهایی که دارم میکنم توی روتین زندگی اصلا برای چی دارم انجام میدم، برای چی دارم کار میکنم که کار کرده باشم، یا کار میکنم که مثلا زندگی کنم، از بودن در کنار عزیزانم لذت ببرم. و اصلا حالا وارد بحث معنای زندگی اگه بخوایم بشیم، خیلی از این تن دادن ما به این دور شمسی قمری زندگی اصلا معنا نداره، توجیه نداره. این فیلم ما رو به یه همچین جایی میرسونه، یعنی ما به جایی میرسیم که همه این دویدن‌ها و همه این تقلاها و تلاش‌ها به یه جایی میرسه که این زن از خودش میپرسه الان بهتره همونو برم جلو یا یه وقت درست و حسابی بذارم برای بچه‌م. از خودش میپرسه من چرا نباید مثلا بچه‌مو ببرم شهر بازی؟ اصلا به درک، اصلا اون کار نشد، میارزه که لحظه‌ای با بچه‌م بگذرونم یا نه؟ و اتفاقا این تصمیمش باعث بزرگترین تحول زندگیش میشه. همون چیزی که دنبالش میگشته رو با همین انتخاب به دست میاره. و من فکر میکنم همه ما زندگیمون یه همچین تجربه ای رو، حالا من که داشتم، فکر میکنم خیلی این تجربه رو داشتن، که یه جاهایی دگمه پازو زدیم، گفتیم ولش کن، هر چی شد شد، اون چیزی که برام مهمه رو میخوام انجام بدم، اون چیزی که واقعا برام ضرورت زندگیه، اون چیزی که من براش همه کاری میکنم، و الان انگار کار و این دویدن ها اینا باعث شده اونو از یاد ببرم. فیلم فکر میکنم منو لااقل به همچین جایی رسوند و فکر میکنم ویژگی این فیلم همینه. بریم یه بخش آخر صحبتمون رو اختصاص بدیم به مسئله فنی فیلم. ببینید فیلم تک بازیگره، یعنی ما تقریبا در طول این حلوش 90 دقیقه 100 دقیقه که فیلم هست مدام با شخصیت مادر داریم قصه رو طی میکنیم و خسته نمیشیم. این خودش یکی از ویژگی های این فیلم. این کاراکتر در یک دایره تکرار شونده‌ای فعالیت میکنه و دوباره این ما رو خسته نمیکنه. و چند تا از این چیزها داریم، به نظر دلیلش چیه؟ یعنی کجا رو درست دیده و تونسته یه فیلمی بسازه که با تمام این عناصری که باید زد سرگرمی عمل کنم ولی نتیجه شده سرگرمی؟ چیز لحاظ فنی بخوام بهش نگاه بکنیم، من فکر کنم اون نکته اصلی که فیلم درست رعایت میکنه ریتمشه. خیلی ریتم خوبی داره و موسیقی هم به این ریتم خیلی کمک میکنه، به شکل گرفتن ریتم. بازی بازیگر هم خیلی خوبه، خیلی به اندازه است. یعنی خودش میدونه که الان یه مادریه توی موقعیتی که خود به خود مخاطب دلش براش میسوزه و خودش دیگه آتیش این قضیه رو زیاد نمیکنه و اون وجه انسان بودن قضیه رو کنار این قضیه داره. یعنی اون جایی که خسته میشه قشنگ خسته میشه. بازیگر خیلی کارو درست درآورده. ضمن این که حالا من یه نکته میخواستم بهش اضافه بکنم جدای اون بحث فنی و اجرای داستان، ما کل داستان همینه واقعا. یعنی توی این چرخه چرخ دنده مانند زندگی مدرن یک آدم رو میبینیم، ولی یه چیزهایی که تو داستان باز اضافه شده که همه چی رو یکم متحول میکنه، متفاوت میکنه و رنگ انسانی بهش میده. یه سری آدمایی هن که انسانیت به خرج میدن در قبال، در حق در واقع مادر. خب مثلا اون پیرزنی که بچه‌هاشو نگه میداره،
مثلا اون مردی که یکی دو بار میرسونتش فقط، مثلا دربانی که دربان هتل که یکی دو بار زیر سیبیلی راش میده، و این انسانیت های ریزی که شاید برای افراد هزینه چندانی هم نداره، ولی خب به ما نشون میده که دنیا هنوز با آدم های خوب جای قشنگیه. و باز جدای اون یه چیزی هم که کمک میکنه به این قضیه، باز من شیت کردم توی داستان و برمیگردم به بحث فنیش، فیلم برداری کاره که از نماهای بسته زیاد استفاده کرده و خوب استفاده کرده، یعنی قشنگ تو فیلم مشهوده این قضیه، استفاده درست از نماهای بسته هم به اون ریتم کمک کرده، هم به تکراری نشدن فضا و اینها، چون ما تمرکزمون رو اون آدمه و اون چه که داره به سر این آدم میاد، و ما هی بخوایم از نزدیک نگاهش بکنیم هر بار چیز تازه‌ای میبینیم تو موقعیت‌های تازه، و به درستی فیلمساز میفهمیده که نباید من هی بیام و اینو توی این موقعیت نشونش بدم، چون اون موقعیت مسئله من نیست، اون آدم مسئله منه. و اجرای خوب میگم واقعاً باعث شده که ما تو همین چرخه بمونیم و خسته نشیم و در واقع فیلم دلمونو نزنه. یه سوالی که من بعد دیدن فیلم از خودم میپرسیدم این بود که این فیلم بدون موسیقی هم میتونست یه همچین ریتمی رو برای ما داشته باشه و همچین همراهی رو ایجاد بکنه یا نه. فکر میکنم یکی از نمونه های درخشان نشستن موسیقی روی یه فیلم همین فیلم باشه، کاربرد موسیقی توش حسابی ریتم ایجاد میکنه، با قصه گره میخوره، و اصلا شاید یه جاهایی اصلا ما یادمون میره که داریم موسیقی میشنویم در این حالی که داره یه نوایی نواخته میشه، اما ما یادمون میره، انقدر آمیخته شده با فرم فیلم که یادمون میره این فیلم موسیقی مد داره، در این حالی که ما فکر کنم در کل خیلی از ساعت دقایق فیلم ما موسیقی متن رو میشنویم و فیلم موسیقی داره. جمله معروف هست که موسیقی فیلم خوب موسیقی فیلمی که شنیده نشه. حالا اینو گفته دیگه من هی با خودم داشتم مزمزه میکردم اینو بگم یا نه، هیچی از موسیقیش یادم نیست. پس خیلی موسیقی خوب بود. آقا مطمئن فیلم موسیقی داشته؟ بعدم نریم آقا این فیلمو چجوری دیدم. منم وسط چک کردم موسیقی داره. خیلی خوب. در مورد فول تایم تمام وقت با شما صحبت کردیم. من پاسخ سوال خودم رو میدم در مورد اینکه چرا این فیلم خسته کننده نمیشه. البته لالوی حرفام بود. به نظرم اصلی ترین دلیلش اینه که ما خودمون رو داریم رو پرده میبینیم و دیگه برام عادی شده دیگه. تا اینجوری چس خوب مشکلی نداره. و همین که ما میتونیم خودمون رو پرده ببینیم اتفاق جذابیه که ما رو پای این فیلم نگه میداره. ممنونم که ما رو همراهی کردید. باز از شما خواهش میکنیم که آیدا سینما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. نظرتون رو بعد از تماشای فیلم حتما پایین همین ویدیو برای ما یادداشت کنید. خدا نگهدار.